فصل سوم. ای عزیزان، این دومین نامه است که به شما می نویسم. در هر دو نامه سعی کردم که با یادآوری این مطالب افکار پاک شما را برانگیزانم. می خواهم سخنانی را که پیامبران مقدس در گذشته گفتند و فرمانی را که خداوند و نجات دهنده ما به وسیله رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم. قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند و خواهند گفت آن کسی که وعده داد که می آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردن همه چیز هنوز همان طوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است. عمدن این حقیقت را فراموش می‌کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان‌ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است و همچنین با آب بود، یعنی آب سیل که دنیای کهن ویران شد. اما این آسمان‌ها و زمینی که اکنون می‌بینید به وسیله همان کلام خدا نگاه داشته می‌شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود. اما ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می باشد. خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند تأمل نمی کند، بلکه با صبر شما را تحمل می نماید. زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل از همه از گناهانشان توبه کنند. روز خداوند مانند یک دوست خواهد آمد. در آن روز آسمان ها با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد، عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هرچه در آن است ذوب خواهد گشت. حال که همه این چیزها به این صورت نابود خواهند شد، زندگی شما باید چقدر پاک و خدا پسندانه باشد. و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر برسد. آن روزی که آسمان‌ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت آن ذوب خواهند گردید. اما خدا آسمان‌های تازه و زمینی تازه وعده داده است که در آنها نیکی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم. پس ای دوستان من، چون در انتظار آن روز هستید، نهایت کوشش خود را بنمایید که خدا شما را در آن روز با رفتاری صلح‌جویانه و پاک و بی‌عیب بیابد. خاطر جمع باشید که صبر و حوصله خداوند ما برای نجات شماست. همچنان که برادر عزیز ما پولس نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او عنایت کرد به شما نوشته است. او در تمام نامه‌های خود درباره این چیزها می‌نویسد. در این نامه‌ها گاهی مطالب دشواری است که مردمان جاهل و ناپایدار از آنها تفسیر غلط می‌کنند. همانطور که با قسمت‌های دیگر کتاب مقدس هم رفتار می‌کنند و از این راه هلاکت را نصیب خود می‌سازند. اما ای عزیزان، چون شما این را می‌دانید، پس مواظب خود باشید که مبادا به وسیله تعالیم غلط مردمان شریر منحرف شوید و جایگاه امن خود سقوط نمایید، بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح دائما رشد و نمو کنید. جلال بر او باد از حال تا به ابد. آمین.